درود بیکران دارم خدمت همه شما و سروران یک کنفرانسی بوده که کارشناس های عمانی و قطری داشتن در مورد حالا آینده کشورهای حوزه خلیج فارس انجام میدادن و یک صحبت های خیلی جذابی در مورد ایران اونجا پیش میاد که بچه های کاوش مدیا مثل همیشه زحمت کشیدن ترجمه کردن البته ما یک تیم ترجمه هم یکی دو تا از عزیزان به ما پیوستن که اگه کلیپ هایی که لازم باشه ترجمه میکنیم ولی خب دیدم بچه کاوش مدیا اینو دیگه ترجمه کردن به دوستان بردیم و صحبت ها خیلی مهمه و در مورد آینده در مورد اسرائیل در مورد ایران حرفایی که زده میشه خیلی مسئله مهمی رو مطرح میکنن و در مورد اینکه ایران با برنامه های مدون قرار خیلی کارها کنه و داره در منطقه جلو میره بهش از آن میکنه بذاریم این کارشناس قطری چی میگه صحبت های مهمی میکنه این کارشناس قطری از by... میگه که رو... میگه سوریه زیر چتر ایرانه و ایران اونجا خیلی تونسته تاثیر بذاره و اینکه کشورهای عربی به این فکر میکنن روسیه میگم روسیه سوریه رو به دامان اتحادیه عرب برگردونن بیارن تو بین کشورهای عربی فکر خامیه چون ایران اونجا دیگه خیلی قدرت داره و جهان عرب تقریبا سوریه رو از دست داده دیگه نمیتونید سوریه رو بیارید مثلا توی کلونی خودتون و محکوم به شکست هستید اگه بخواید این کارو بکنید to failure میگه یگان ها و نیروهای ایران عضو و بخشی از رژیم سوریه شدند و لذا هر کس بر بازگشت بشار اسد به جان عرب سرمایه گذاری کند ول معطله حرف حسابش اینه دیگه یعنی هر کی روی آقای بشار اسد در حقیقت بخواد سرمایه گذاری کنه داره روی یک اسب شکست خورده و بازنده سرمایه گذاری میکنه و شرط میمنده چون سوریه دیگه تو دامن ایرانه و در حقیقت اون چیزایی که شماها یعنی شما کشورهای عربی فکر میکنید که سوریه رو میتونید با خودتون همراه کنید دیگه نیست و این حقیقت نداره خدا الله در مورد یمن صحبت میکنه میگه در یمن هم ایران از حسیه پشتیبانی کردن و باعث شدن که دولت وابسته یمن در حقیقت سقوط بکنه و حالا داره در مورد از زمانی که آقای رئیسی و من رئیس جمهور شدن داره صحبت میکنه میگه از زمانی هم که رئیسی اومده نبرتا به پشت دروازه مارب رسیده که دیگه یکی از پایگاه مهم اعتلاف عربیه که به یاری اقرومزا به زودی آزارتزازی مارب هم شنیده خواهد شد و جنگ یمن به بخش جالب توجه میرسه و به سمت پایان میره و کل یمن زیر پرچم حکومت انصار الله قرار میگیره به یاری خدا ایران سکسیز خب میگه و اگه ایران به پیروزی برسد و عربستان خود را بین پوتک و سندان سندان اون حالت سنگیه که مثلا روش میزنن پتکو بهش میزنن میگه خود را بین پتک و سندان زیر فشار ببیند نمیتونه در جنوب چیزی به دست بیاورد و خب ۹ 99 درصد جنگ یمن با پیروزی هم آریایی همراه خواهد بود between Iraq and the hard place Saudi Arabia could not achieve anything in the south so if another front is open in the east then it will be impossible for Saudi Arabia the latest reports say that 15 drones پروسیده در مورد اولین پونزه په است که بچه ای یمن فنستان و جنوب عربستانا بومباران کردند تارکیت خب داری میگه با همه احترامی که برای مردم یمن قائلم که اگه منابع خوب برسه اینا این پهپادان بهتر میزدن ولی حرفش اینه که این پهپادا رو شما خودتون نساختید ایران داره بهتون میده مگر شما توانایی ندارید اینجوری به توی پهپاد و موشک بفرستید تو عربستان under the current circumstances can manage to produce 15 drones and launch them من رسم میگه که یعنی ایران کمکتون کرده نه این ترجمه روش شده اون آقا داره که صحبت میکنه عربی داره ببین بتون یم اون آقا داره عربی صحبت میکنه یک رسانه اینو به انگلیسی ترجمه کرده بچه های کاوش مدی از اینجا دارن انگلیسیه یعنی برگردان انگلیسیه اینو ترجمه به فارسی کردن وگرنه اون آقایی که داره صحبت میکنه به عربی داره صحبت میکنه and is Really, are دوباره دو صحبت میکنه که آقا یک افسانه است که میگه اینکه که اینکه اگر مثلا خوسیه خوشون تنهایی تونسته باشن این پهباد و موشک رو بزنن یک افسانه است مشابه این که فکر کنیم بشار اسد میتواند به جهان عرب بازگردد اسد خب <applause> این خیلی اینجا نکته مهمیه میگه کسانی که فکر میکنن اسرائیل نیروی بازدارنده در برابر ایران است خود را فریب میدن و خودشان را قربانی اندیشه های پوچ خود خواهند کرد یعنی در حقیقت این کشورهایی که اعتماد کردن به اسرائیل که مثلا امنیتشون رو در برابر ایران تعمین کنه در نهای قربانی این تفکر اشتباه خواهند شد <applause> deluding themselves, victim to their اینجا نکته خیلی مهمی رو اشاره میکنه میگه به محض اینکه اسرائیل اطلاعات سران حاکم کشورهای خلیج فارس رو به دست بیاره در حقیقت درگیری داخلی آنها رو مثلا گردآوری کنه یه دونه میزنه زیر سر این حاکمان عرب یعنی میگه اسرائیل میاد با شما داره دوست میشه تو این کشورها اطلاعات شما رو استخراج میکنه برام ولتون میکنه information in will... میگه اطلاعاتو که از دستتون در بیاره کل این منطقه در و گروگان اسرائیل خواهد شد چون انقدرم زنبارن خیلی از این حاکمان عرب حالا فقط زنبارگی یک بحثه اطلاعات و فسادهای اقتصادیشون اینا رو همه رو میاد در حقیقت جاسوسی میکنه همه اینا رو آدم خودش میکنه To Israel, there'll be hostages to Israel. Now that they've exposed themselves, the Israelis now can expose all their scandals. If these elites think that using Israeli methods. به اسرائیل اطمینان که فکر میکنن میتونن از ابزارهای جاسوسی اسرائیل بهره بگیرن برای مقابله با ایران فقط دارن سر خودشون رو شیره میمالن میگه برای اسرائیل همه عرب ها یکی هستن و این از سران عرب منطقه اسرائیل از سران عرب منطقه محافظت نخواهد کرد فقط اومده ازتون از سو استفاده کنه و جمعوری اطلاعات کنه پیمان ابراهیم در حقیقت پیمان در حقیقت فریب خوردن امارات و بحرین و اینا هستش و خیلی هزینه خواهند داد حالا خواهید دید all, must... حالا کارشناس عمانی صحبت میکنه میگه اول از همه باید بفهمیم که ایران با برنامه خودش داره پیش میره که جهت واضح و روشنی داره یعنی میگه ایران هر کاری که داره میکنه آدم کسی نیست برنامه خودشه آخه کشور عربی هر غلطی که میکنن اینا برنامه های ارباباشونه ولی ایران هر کاری میکنه خودش داره تصمیم میگیره و خودش برنامه ریزی کرده میگه ایران یک که میگه که ایران با برنامه که داره یک قطنمایی که او را در زمان بندی اهداف آینده راهنمایی میکنه و در عوض کشورهای منطقه همچین چیزی ندارند. ایران یک برنامه داره یک قطنمایی داره با اون قطنما داره میره جلو گفتم ایران نظام جمهوری اسلامی دیشب تو برنامه زنده و برنامه ویژه برنامه‌مون در مورد اون بحث گفتگویی که در صدای ریاض انجام شد دیشب تو اون 8000 تا بازدید ما بالای 50000 تا بازدید داشته همون برنامه خودشون برنامه ساختن برنامه‌شون 8000 تا بعد از دو روز ما برنامه ساختیم بعد از یه روز 50000 تا از همون برنامه اونها ساختیم اینا نکات جالبیه داره میگه که ایران یک برنامه مدون داره و رو برنامه خودش داره میره جلو ولی ما در کشور عربی اینو نداریم کلا نمیفهمیم چه خبره چون شما رهبر جدی ندارید ایران یه آدمی داره مثل آقای یک تاریخ و یک تمدنی داره و یک برنامه ریزی داره و بالاخره یک سری اهداف داره یک سری اهدافی داره در چارچوب مذهب شیعه و در کنار یک ناسیونالیسم جدی ایرانگرایی پشت این نظامه و اینا باعث میشه که ایران یک برنامه جدی برای آینده داشته باشه in, in, in countries ای میگه و دوم که برنامه ایران بسیار واقع است ایران عراق را ااشغال نکرد ولی از اشغال عراق توسط آمریکا بهترین برتن را جست occupation میگه ایران هووسی ها رو به وجود نمیه ولی حوسی ها از گذشته میگه ایران حوسی ها رو به وجود نمی و ها از گذشته وجود داشتن ولی از حوسی ها در راستای هدف خود استفاده کردن هدف که این خود با نگاه شماست این بحث تمدنی البته خب اینا فاقد فهم تمدنی هستن بحث بسیار سنگینی استفاده یا بهره اینا واژه درستی نیست اینا جیگرگوشان اینا بحث تمدنی است و در راستای تمدنی به این شکل گرفته ما واقعی... ما واقعیت گرایی تمدنی ایران داره حتی در همین گفتمان اسلامی جمهوری اسلامی صبح از در غیر تمدن نوین اسلامی مطرح میشه محتواشون چیزیه که ما داریم میگیم حالا اسمش تمدن نوین اسلامیه دیگه اسلامی یعنی شیعه دیگه شیعه هم که یعنی آریایی بودنمونه دیگه تموم شده حالا خب داره یه چیز درست میگه میگه ایران نیمده خودش بخواه از اول یک چیز کنه در حقیقت یک برنامه میگه از اتفاقات واقعیت های منطقه داره در راستای منافع جمعی حوزه تمدنی خودش استفاده میکنه اصل حرف اینه البته حالا ایشون با ادبیات و با فهم کم خودشون این قضیه رو بیان میکنن so very میگه بنابراین برنامه ایرانیان بسیار واقعگرایانه هست و از طرف دیگر ایرانیان به این به این شناخته میشوند که بسیار بردبار هستند این بردباری یعنی البته اینکه ایرانیان یعنی در حقیقت اینجا بعد در مورد بیت رهبری و ولایت فقیه صحبت کنیم که با بردباری تماما داره پازل های بزرگ بازگشت ایران به امپراتوری گذشته خودش رو شکل میده اینجا بعد این قضیه رو من میگفتم They have long میگه و از برنامه ریزی دراز مدت برخوردارن در حالی که ما در خلیج فارس از آن بی بهره هستیم خب خیلی به نظر من نکات مهمیه یعنی انا خیلی ها در منطقه اوایل فکر میکردن ایران مثلا از رو تحصابات و اینا داره یه سری کارا میکنه دیگه بر دوست و دشمن داره ثابت میشه ایران برنامه مدون تو منطقه داره و ایران داره در حقیقت پازل شکلگیری امپراتوری خودش را در حقیقت با حوصله با بردباری با صبر استراتژیک و با برنامه مدونی که بهش اشاره کردم داره شکل میده این اتفاق اتفاق بزرگیه و مبارک تمام ایرانیان و عاشقان ایران در تمامی حوزه تمدنی ایران بزرگ از سمرقند و بخارا تاجیکستان قفقاز لبنان سوریه عراق یمن در هر بخشی شرق عربستان در هر جایی که از عنصر ایران آریایی از عنصر در حقیقت همتباران آریایی وجود دارن بعد مبارک بر همه باشه و این اتفاق رخ خواهد داد ایران دوباره داره سر بلند میکنه ایران داره دوباره از خاکستر خودش بلند میشه همچون سیمرغ و شکل میگیره من یه نکته بگم وقتی خا... میگم خا... خاکستر من گفتم سیمرغ ققنوس <تصحیح> ققنوسه که خاکستر آقای رضا پهلوی از دست تو انقدر تو ققنوس و سیمرغ قاطی کردی من میگم ایران از خاکستر خودش بلند میشه همچون سیمرغ دقت کن این رضا پهلوی هنوز فرق بین سیمرغ و ققنوس رو نمیدونه ما هم به ریتم انداخت به حال ایران همچون یک ققنوس از خاکستر خودش دوباره بلند شده از فراسوی تاریخ و این اتفاق رخ خواهد داد و امپراتوری ایران در یک قدمی تشکیل شده حتی تشکیل شده ولی خیلی اجزای گسترده از این امپراتوری و هژمون ایران در دنیا حداقل هژمون ایران در منطقه تموم شده یعنی الان ایران با هجمون خودش در منطقه هیمنه ای ایجاد کرده که همگان از این هیمنه و عباحت ترس در دلشون افتاده البته کسانی که بد بد بترسن چون انسانهایی که بد نیستن عاشق این هیمنن و از این حیمنه نه تنها نمیترسن بلکه این حیمنه و هژمون رو در حقیقت چتری میبینن برای اینکه حقشون رو که ظلم کردن بهشون و مورد ستم قرار گرفتن حقشون از ستمگران ستانده بشه پاینده ایران همتون رو به اهورامزدای ایران میسپرم بدرود